با سلام خدمت همه عزیزای دلم، شاگردای گل، بنده صدیقی هستم. قرار امروز یه ساعتی با هم دیگه، یه ساعت و نیمی با هم دیگه روی مبحث نوسان کار بکنیم. انشالله که براتون مفید باشه. البته کارگاه ادامه داره تا آخر نوسان. یه 3-4 جلسه‌ای با هم هستیم به امید خدا. یه خورده منتظر شدیم که بچه ها همه بتونن کانکت بشن، هنوز هم میتونن بیان اضافه بشن به کلاس تا کار رو شروع بکنیم. خب مبحث نوسان مبحث بسیار زیبا و شیرینیه، به این معنی نیست که بگیم خیلی آسونه، ولی قشنگه. مثل همه جای دیگه فیزیک قشنگه. الان میگی که چیش قشنگه؟ خیلی هم زشته؟ نه، خودت زشتی، خیلی هم قشنگه، به شرطی که یاد بگیری. اگر نوسان رو یا هر فصل دیگه فیزیک رو ما یاد بگیریم، تبدیل میشه به شیرین ترین و زیباترین فصل ها. مگه میشه فیزیک زشت بشه؟ تمام علوم مهندسی بر پایه فیزیکه، تمام علوم مهندسی. هر امکاناتی که شما امروز دارید به خاطر فیزیکه. اگه الان من یه جای دیگه نشستم دارم حرف میزنم، شما یه جای دیگه داری تصویر منو میبینی، صدای منو میشنوی، به خاطر فیزیکه. پس فیزیک بسیار شیرینه. اگه تا 100 سال پیش میگفتی یکی یه جای دیگه حرف میزنه، ما یه جای دیگه درس یاد میگرفتیم، به جرم دیوانگی میبستنت. ولی الان میبینیم که چیکار کرده برای ما فیزیک. خب مبحث نوسان هم از اون مبحث های خوشگله. میخواییم با هم دیگه کار بکنیم. بچه ها یه خورده توش مینالن، آی اینجوریه، اینو چیکار کنیم، اونو چیکار کنیم. سعی میکنیم با روش هایی که بهتون میگم کار رو براتون خیلی راحت بکنم. یه سری روش های منحصر به فرد رو بهتون یاد میدم. حالا میگم منحصر به فرد، مثلا تبلیغات نیست، ولی خب خودتون متوجه میشین که جای دیگه بهتون نگفتن. بعد اون وقته که از نوسان لذت کافی رو خواهید برد. این چند ساله، این یکی دو ساله که کنکور برگزار شده، یه خورده چت میزده تو بحث نوسان بچه ها. نه نوسان تو همه چی، خب کتاب درسی یه سری مباحث رو کم کرده، هنوز سازمان سنجش خیلی متعهد نیست، دو تا کنکور هم بیشتر برگزار نشده که ما بگیم آقا حتما چنین چیزی هست یا نیست. لذا یه سری مباحثی که کتاب درسی گفته صرف نظر کنیم، همچنان تو کنکور داره بهش پیله میکنه. تو بحث نوسان هم همینطور. تستی که پارسال اومد خیلی تست وحشیانه ای بود، به خاطر اینکه قرار بود نیاد همچین سوالی تو کنکور، ولی یعنی کتاب درسی واجبش توضیح نداده بود، قرار بود اصلا نیاد، ولی متاسفانه اومد ازش. لذا ما مجبوریم نوسان رو یه خورده جامع‌تر از کتاب درسی به شما درس بدیم. خب نوسان جزء فصل 3 کتاب شماست، ولی قبلا یه فصل جدا بود تو کتاب‌های نظام قدیم، الان آوردن تو فصل 3. به ظاهر سادهش کردن، میگم که نمیدونیم واقعا کنکور میخواد چیکار کنه، لذا مجبوریم یه خورده فراتر از سطح کتاب درسی رو با هم دیگه یاد بگیریم. خود فصل 3 که شما دارید یاد میگیرین چندین فصل نظام قدیمه که همه رو آوردن توی یه فصل جا دادن. یعنی فکر نکنید یه فصله. نوسان خودش یه فصل بوده، امواج مکانیکی خودش یک فصل بوده، امواج الکترومغناطیس یه فصل دیگه بوده، عرض شود که شکست نور فصل دیگه بوده، باستاب آینه های فصل دیگه بوده. یعنی 5-6 فصل رو آوردن کردن توی فصل، از هر کدوم گزیده گزیده هیچ چیزی گفتن. امواج مکانیکی خودش یه فصل بود، صوتش تازه یه فصل دیگه بود. عرض شود خدمتتون که ولی خب نترسین، با هم دیگه شروع میکنیم، خیلی زود یاد میگیرید و میبینید که چه فصل خوشگلیه و حالش رو میبرید. خب عرض شود خدمتتون که میخوایم راجع به نوسان دوره‌ای حرف بزنیم. ببینید بچه ها، نوسان دوره‌ای یک حرکتیه که یک چرخه‌ای توش تو چرخه‌های دیگه هم تکرار میشه. به بیان ساده یه حرکتی رو هی داره تکرار میکنه، یه سیکلی رو، یه چرخه‌ای رو هی داره تکرار میکنه. مثل چی؟ مثل گردش سیارات، مثلا زمین به دور خورشید هی داره میچرخه، یه حرکتی رو هی داره تکرار میکنه. مثل حرکت عقربه های ساعت، هی دارن میچرخن بدبخت ها.
ببینید یه حرکتی، یک چرخه، یه سیکلی هی داره تکرار میشه. چنین حرکتی رو بهش میگن حرکت دوره‌ای. حالا ما تو کتاب شما روی نوع خاصی از حرکت دوره‌ای حرف میزنیم که بهش میگن حرکت نوسانی ساده یا حرکت هماهنگ ساده، سیمپل هارمونیک موشن، حرکت هماهنگ ساده. حالا این چیه؟ ببینید تو این حرکت رفت و برگشت ما رو خط راسته، یعنی متحرک ما حرکتش رو، دورش رو داره رو خط راست هی تکرار میکنه. ها، نوسانگر ما داره رو خط راست میرو میاد به این شکل، بهش میگن حرکت هماهنگ ساده. مثلا ما یه جسمی رو با فنر از سقف آویزون کردیم، میکشیم پایین ول میکنیم، فنره شروع میکنه در راستای قائم بالا پایین شدن، اینو بهش میگن حرکت هماهنگ ساده. مثل چی بچه ها؟ چیا به ذهنتون میرسه؟ فکر کنید. مثل حرکت پیستون ماشین. پیستون ماشین در داخل سیلندر یک حرکت نوسانی ساده داره، دائم داره بالا پایین میشه. دیگه مثل چی؟ مثلا سوزن چرخ خیاطی، وقتی شروع میکنه داره رو خط راست تر 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 حرکت نوسانی ساده انجام میده. بعضی ممکن الان تو ذهنشون میگن آقا پاندول ساعت، تحت شرایط خاصی آونگ رو حرکتش رو حرکت نوسانی ساده قبول میکنیم، همه آونگ ها نه. اگر دامنه حرکتش زیاد باشه بچه ها دیگه نیم دایره میشه، خطی نمیشه. بعدن که رسیدیم به آونگ بیشتر بهتون توضیح میدم. برخی از آونگ ها حرکتشون حرکت نوسانی ساده است، نه همه آونگ ها. خیلی خوب، عرض شد که اصطلاحاتی درباره نوسانگرها، دوره تناوب یا پریود. دوره تناوب زمانیه که توش نوسانگر یک چرخه کامل رو طی میکنه، یک نوسان کامل انجام میده، اینو بهش میگن دوره تناوب یا پریود. مثلا جسم ما به یک فنر متصله، بچه ها اینجا ما کشیدیمش ولش کردیم، ها، داره حرکت رفت و برگشتیشو انجام میده، کشیدیم تا اینجا ول کردیم، ها، داره میره و میاد. حالا زمانی که طول میکشه یک دور کامل رو بزنه، بره و برگرده سر جاش، رو بهش میگیم یک دوره، بره و برگرده سر جاش. نگاه کنید مثلا یه لحظه اینجاست، ها، از اینجا شروع میکنه، مثلا از اینجا شروع میکنه میاد تا اینجا، آیا یک نوسان کامل شد؟ جواب بدید به من ببینم، آیا یک نوسان کامل شد؟ الو، آیا یک نوسان کامل شد حرکتش؟ مرجان میگه بله، سارا بله، دیگه کیا میگن بله؟ هر کی میگه بله یک تایپ بکنه، هر کی میگه بله یک تایپ بکنه. خب باریکالله و همت، همه دارید گروهی جن میزنید. نه، یک نوسان کامل نشد، بر نگشته هنوز سرجش از اینجا، اومده رسیده اینجا، باید حرکت رو ادامه بده، بیاد برگرده همینوری، یعنی از اینجا بیاد یک دور کامل بزنه برگرده سر جاش، میشه حرکت نوسان، میشه یک نوسان کامل، برگرده سر جاش. داشته اینوری حرکت میکرده، باید بیاد دور بزنه برگرده همینجا تا بشه یک نوسان کامل. گرفتین چی میگم؟ هر کی فهمیده یک بده. بسیار عالی. پس نوسان کامل، بسیار عالی، باید بره و برگره سر جاش. حالا زمان میگیریم چقدر طول میکشه بره برگره سر جاش؟ این زمان رو بهش میگن دوره، این زمان رو بهش میگن دوره. پس به بیان ساده دوره زمان یه دوره، انگار زمان یک نوسان کامله، زمان یک چرخه کامله، اینو بهش میگن دوره. با تینشون میدن تیه بزرگ، واحدش هم ثانیه است. حالا بسامت چیه؟ به تعداد نوسانات کامل در مدت یک ثانیه میگیم بسامت. آقا نوسانگر ما تو یک ثانیه چند بار داره میره میاد، میره و بر میگره سر جاش، چند تا چرخه کامل رو طی میکنه، اینو بهش میگن بسامت. مثلا میگه بسامت نوسانگری 20 هرتز است، با
اف نشونش میدن، اف کوچیک واحدش هم به حرمت هاینریش هرتز گذاشتن هرتز. آقا میگه بسامدش 20 هرتزه. یعنی چی؟ یعنی در هر ثانیه 20 تا نوسان کامل انجام میده، 20 بار چرخه کامل میره و برمیگرده سر جاش. خب بچه حواسمون هست که دوره و بسامد برعکس هم دیگر، دوره و بسامد رابطه عکس دارن. تی برابر میشه با یک به روی اف. دوره با بسامد رابطه عکس داره، یعنی اون نوسانگره که بسامدش 20 هرتز بود دورش میشه 1/20 ثانیه. اگر نوسانگری بسامدش 5 هرتزه دورش میشه 1/5 ثانیه. به همین سادگی. کمیت دیگه ای که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم بسامد زاویه ای هست. ببینید بسامد که میگه یعنی اف، بسامد زاویه ای که میگه یعنی چی بچه ها؟ اومگا. بسامد زاویه ای یعنی اومگا. خب اومگا حالا چجوری به دست میاد؟ اومگا میشه 2π تقسیم بر تی، یا میشه 2π ضرب در اف. اومگا 2π تقسیم بر تی یا 2π ضرب در اف. خب چی شد؟ همه اینا رو میخوام واسهتون بخونم. خب ما تو کلاسامون یه سری بچه ها خب هستن میدونن خیلی آواز میخونیم واسه بچه ها، سعی میکنم خیلی فرمولا خیلی نکته ها رو با شعر بخونم. حالا علتش چیه؟ علت اینه که شما یه چیزی رو با موسیقی خیلی بهتر یاد میگیرید، با خوندن خیلی راحتتر یاد میگیرید. ما فرایند مغزیمون در هنگام خوندن چندین برابر میشه. به خاطر همینه اگر یک شعر قشنگی رو من بنویسم رو کاغذ به شما بده، شما شاید تا آخر عمرت هم حفظ نکنی، ولی همون شعر قشنگو که نه، یه چرت و پرتی رو ساسی مانکم بیاد بخونه، آقامون جنتلمنه، همه حفظن، آقامون جنتلمن باشه، آقاتون جنتلمنه، خدا رو شکر. ما هم سعی میکنیم بزاتون بخونیم که شما قشنگ راحت حفظ کنید و به خاطر بسپارید. خب دوره چی شد؟ گفتیم زمان یک چرخه کامل، زمان یک دور کامل. بسامد چی شد؟ تعداد دورهای کامل، تعداد چرخه های کامل، تعداد نوسان های کامل در مدت یک ثانیه. پس چی میگم؟ میگم تی دورمون تی، زمان یک دور کامل که میشه تی، اف بسامد اف تعداد دورهای کامل که میشه اف، اومگا 2π روی تی، یا این که میشه 2π ضرب در اف، اومگا 2π روتی، یا این که میشه 2π ضرب در اف، تیمون که میشه 1 روی اف، تو بخون با من، تیمون که میشه 1 روی اف، تو بمون با من، تیمون که میشه 1 روی اف، تو بخون با من، تیمون که میشه 1 روی اف، تو بمون با من. اونایی که حال کردن 1 بدن من ببینم، اونایی که حال نکردن امیدوارم محو و نابود بشن. به به چقدر 1 زیاد، مرسی از همتون. خیلی خوب، پس این شد دوره و بسامد. حالا اگر نوسانگری در مدت 30 ثانیه ان تا نوسان کامل، بچه ها نوسان کامل یعنی برو برگره سر جاش، در مدت 30 ثانیه ان تا نوسان کامل انجام بده، میتونیم از این رابطه استفاده کنیم. از چه رابطه ای؟ از رابطه تی ان تی. خیلی خطرناکه، مواظب باشید منفجر نشه. تی ان تی ماده منفجره است دیگه ها. تی چیه؟ زمان. واحد زمان چی بود بچه ها؟ ثانیه. ان تعداد نوسانات کامل، و تی بزرگ میشه دوره، واحد دورمون هم که میشه ثانیه ها، واحد دورمون هم میشه ثانیه. خیلی خوب، پس اگر گفت نوسانگری در انقدر ثانیه، در 10 ثانیه، در 20 ثانیه 50 تا نوسان کامل انجام داده، دوره رو میخوای، سری میری سراغ ماده منفجره. چی بود؟ تی ان تی. مواظب باش منفجر نشی. خب بچه ها دقت کنید به این نکته. چه نکته ای؟
ببینید دوره تناوب یا بسامد یعنی تی یا اف صرفاً به ویژگی‌های فیزیکی و ساختمانی نوسانگر وابستن. اینا جزء ویژگی‌های ساختمانی نوسانگره. آقا این فنره سفتی کلوفتیش چقدر چقدر کشیدیم چیکارش کردیم و به دامنه آن بستگی ندارد. پس دوره و بسامد به دامنه بستگی ندارد، یعنی این نیست که ما بیشتر بکشیم بیشتر طول بکشه، نه ربطی نداره، هیچ ربطی به دامنه نداره. خب چند تا اصطلاح دیگه که شما باید یاد بگیرید. نگاه کنید نوسانگر ما روی یک پاره خط داره میره و میاد. نقطه‌ای که در وسط این پاره خط وجود داره رو بهش میگن مرکز نوسان، با او نشونش میدن. مرکز نوسان مرکز اون پاره خطیه که نوسانگر ما داره روش حرکت رفت و برگشتی انجام میده. درست شو؟ دقت کنید در مرکز نوسان نوسانگر در چه حالتی قرار داره بچه ها؟ کی میتونه به من بگه؟ در مرکز نوسان نوسانگر در چه حالتی قرار داره؟ ماشاءالله سارا. در حالت تعادل قرار داره. یعنی چی در حالت تعادله؟ یعنی برآیند نیروهای وارد بهش صفره. برآیند نیروهای وارد بهش صفره. حالا یکی پیدا میشه پس ثابته دیگه، چه ربطی داره به ثابت بودن؟ مگه هر موقع برآیند نیروها صفر شه جسم ثابته؟ نه. قانون اول دینامیک، وقتی برآیند نیروهای وارد به جسم صفر بشه، اگر جسم ساکن باشه ساکن باقی میمونه، اگر در حال حرکت باشه با سرعت ثابت به حرکت خودش ادامه میده. با سرعت ثابت به حرکت خودش ادامه میده. پس در مرکز نوسان که نوسانگر در تعادل، خب نوسانگر در حال حرکت، در یک لحظه سرعتش ثابت میشه و به مسیر خودش ادامه خواهد داد. وای نمی ایستد. خب پس در مرکز نوسان نوسانگر در حالت تعادل قرار داره. بعد آقا بعد چیه؟ ببینید نوسانگر داره میره و میاد. بعد فاصله ایه که در هر لحظه نوسانگر تا مرکز نوسان داره. چی شد؟ بعد فاصله ایه که نوسانگر در هر لحظه تا مرکز نوسان داره. بچه ها بعد همون مکانه که تو سینماتیک هم بود. ما تو سینماتیک هم مکان داشتیم دیگه. اینجا هم بهش میگن خیلی وقتا مکان، بعد نمیگن، میگن مکان. مکان چیه؟ مکان چیه؟ مکان فاصله ایه که نوسانگر، فاصله ایه که متحرک تا مبدا داره در حالت کلی. وقتی میگیم آقا متحرکی در ایکس مساوی 2 متر قرار داره یعنی چی؟ یعنی 2 متر تا مبدا فاصله داره. وقتی میگن متحرک در مکان منفی 5 متر قرار داره یعنی چی؟ یعنی 5 متر از مبدا عقب‌تره. اینجا هم همینه. فاصله ای که نوسانگر در هر لحظه تا مبدا داره رو بهش میگن بعد یا همون مکان. مثلا اینجاست، این فاصله رو با ایکس نشون میدیم، فاصله ای که تا مبدا داره. آقا یه لحظه بعد مثلا نوسانگر ما اینجاست، باز این فاصله رو با ایکس نشون میدن، میشه بعدش، میشه مکانش. حالا بیشترین مقدار بعد، بیشترین مقدار مکان در حرکت نوسانی چقدر میتونه باشه بچه ها؟ جواب، بیشترین بعد ایکس ماکزیموم چقدر میتونه باشه در حرکت نوسانی؟ یا امام رضا آتا محمد ماشاءالله الهه ماشاءالله مهمان. بله بچه ها بیشترین مقدار بعد میتونه برابر با دامنه باشه، در نهایت میتونه برسه به انتهای مسیر. یعنی ایکس ماکزیموم ما برابر خواهد بود با مثبت و منفی آ، مثبت و منفی آ.
خود دامنه چیه؟ دامنه بیشترین فاصله ایه که نوسانگر در هر لحظه تا مرکز نوسان داره. بیشترین فاصله ای که نوسانگر در هر لحظه تا مرکز نوسان داره رو بهش میگن دامنه. این فاصله رو بهش میگن دامنه بچه ها. این فاصله رو بهش میگن دامنه بچه ها. بیشترین فاصله ای که نوسانگر تا مرکز نوسان داره رو میگن دامنه. حالا دامنه چه رابطه ای با طول پاره خط داره؟ سری جواب بدید ببینم. دامنه چه رابطه ای با طول پاره خط داره؟ بله بله، من فکر میکنم انگلیسی مینویسن یه جور بدی نوشته میشه ها، فارسی باید بنویسن بچه ها. باریکلا. نصفش محمد KWTI رمزی نوشته، احتمالا برای CIA و ایناست. طول دو برابر دامنه. بله پاره خط دو برابر دامنه است. بله مرسی از همتون. پس ایکس ماکزیموم میشه مثبت و منفی آ. خود دامنه چه رابطه ای با طول پاره خط داره؟ آ میشه طول پاره خط، یعنی آبی تقسیم بر دو. پس اگر ما طول پاره خطمون رو تقسیم بر دو بکنیم دامنه به دست میاد. ببین ما داریم بیسای ابتدایی رو با هم یاد بگیریم تا بریم سراغ ماجراهای خوشگلتر. خب دقت بکنید، حالا چیزی که الان میخوام روش کار بکنم خیلی مهمه. چیزی که الان میخوایم روش کار بکنیم با هم خیلی مهمه، آسون ولی خیلی مهم. ما میخوایم بحث بکنیم روی چهار کمیت مکان و سرعت و شتاب و نیرو. مکان و سرعت و شتاب و نیرو در حرکت هماهنگ ساده، در حرکت نوسانی ساده. خب شما تو فصل یک هم راجع به اینا حرف زدی، تو فصل دو هم راجع به نیرو حرف زدی، یعنی انگار کل دوازدهم رو راجع به این چهار کمیت حرف زدی، راجع به مکان و سرعت و شتاب و نیرو حرف زدیم. باز هم میخوایم راجع به اینا حرف بزنیم. خسته نمیشیم از اینا؟ ادامه میدیم. هیچ وقت نگو خسته شدم از اینا، اینا بسیار مهمه. به قول شاعر میگه مکان و سرعت و شتاب و نیرو واسه ما مهمن، نگو و نگو و نگو و نگو از اونا من سیرم. خیلی شعر بی ربط و بی قافیه ای بود. بله عرض شد که خیلی مسخره و به درد نخور. خب نگاه کنید، عرض شد خدمتتون که پاکون و ماکو اینا پاکون پاکون. خیلی خب نگاه کنید آقا، نوسانگر ما، بذارید رنگ دیگه انتخاب کنم، نوسانگر ما داره رو خط راست میره و میاد. اینجا مثبت آ، اینجا منفی آ، اینجا مرکز نوسان یعنی نقطه او، جایی که نوسانگر در تعادله. میخوایم روی مکان با هم دیگه حرف بزنیم. آقا رو محور ایکس داره حرکت میکنه. خب اینا دیگه تو همون بچگی تو سنین طفولیت یاد گرفتین، وقتی که یک محور ایکس داشتیم این ورش ایکس ها چی بودن؟ مثبت. اون ورش ایکس ها چی بودن؟ منفی. یعنی شما علامت گذاری میکردی این ورش میشد مثبت یک، مثبت دو، مثبت، این ورش میشد منفی یک، منفی دو، منفی سه. درست شد؟ اینو که همه بلدی. پس در سمت راست مرکز ایکس ها مثبته، در سمت چپش ایکس ها منفی. در سمت راست مرکز نوسان ایکس مثبت و در سمت چپ آن ایکس منفی است. خب حالا نگاه کنید، قبل اینکه بقیه رو بررسی کنم، ما حرکت نوسانگر رو به چهار قسمت تقسیم میکنیم. ببینید بچه ها، این دو انتهای مسیر معروفن به نقاط بازگشت. نقاط بازگشت چرا؟ چون میره اونجا باز میگرده دیگه، میشه نقاط بازگشت. خب نوسانگر رو کتاب قید کرده همیشه از اینجا ول میکنیم، یعنی اینجا که مرکزه انگار یه فنری بهش وصله، کشیدیم این ته،
اینجا رهاش میکنیم. جایی که رها میکنیم شروع حرکته. یعنی بچه شروع حرکت همیشه در حرکت نوسانی است. مثبت آ هستش. مثبت آ همیشه جایی که حرکت نوسانی حرکت خودش رو آغاز میکنه. حالا ما حرکت رو به چهار قسمت تقسیم میکنیم. به چند قسمت؟ به چهار قسمت. از شروع حرکت یعنی از مثبت آ تا مرکز نوسان میشه ربع یک. ربع یک. از مرکز بیاد تا انتها میشه ربع دو. از انتها برگرده به سمت مرکز میشه ربع سه. و از مرکز بره به انتها میشه ربع چهار. پس ما چهار تا ربع داریم. همطور که ببینید از مثبت آ تا مرکز ربع یک، از مرکز تا منفی آ ربع دو، از منفی آ از ته مسیر از نقطه بازگشت دیگه به مرکز، ببین اینم میگه نقطه بازگشت تا هر دو انتها نقطه بازگشت، به مرکز میشه ربع سه، از مرکز دوباره تا مثبت آ تا نقطه بازگشت میشه ربع چهار. حالا با این تفاسیر ما گفتیم در سمت راست مرکز، خوب دقت کن، ایکسا مثبت، در سمت چپ ایکسا منفی. یعنی در ربع یک و چهار بعد ما، مکان ما مثبته و در ربع دو و سه بعد ما، مکان ما منفیه. درست شد؟ اما سرعت، این از مکان یاد گرفتیم. سمت راست مرکز مکان مثبت، سمت چپ مرکز مکان منفی. اما سرعت، آقا سرعت کی مثبت بود کی منفی؟ اگر متحرک همجهت با محور حرکت کنه سرعتش مثبته، و اگر در خلاف جهت محور حرکت کنه سرعتش منفیه. پس متحرک همجهت با محور سرعت مثبت، خلاف جهت محور سرعت منفیه. خب چی داری میگی صدیقی؟ نگاه کن تو ربع یک ما داریم یه میوری دیگه، داریم میایم خلاف جهت محور ایکس حرکت میکنیم. پس در ربع اول سرعت ما چی میشه؟ منفی. تو ربع دوم چی؟ همچنان داریم اینوری حرکت میکنیم، داریم میایم به سمت انتهای مسیر. پس تو ربع دوم هم سرعتمون منفیه. ربع سوم چی؟ نگاه کن ربع سوم دارم برمیگردم همجهت با محور ایکس هم. پس در ربع سوم سرعتمون چی میشه؟ مثبت. در ربع چهارم چی؟ باز دارم حرکت میکنم به سمت انتهای مسیر، همجهت با محورم، پس سرعتمون چیه؟ مثبت. پس توی ربع یک و دو که خلاف جهت محور ایکس حرکت میکنیم سرعتمون منفیه، اما در ربع سه و چهار که داریم همجهت با محور ایکس حرکت میکنیم سرعتمون مثبته. ببینید؟ پس دارم راجع به چیا صحبت میکنم؟ راجع به مکان و سرعت و شتاب و نیرو که واسه ما مهمن. نگو و نگو و نگو و نگو از اونا من سیرم. قافیه هم نداره. بله قافیه نداره، خودم میتونم. پس مکان چی شد؟ یه بار دیگه، در سمت راست مرکز یعنی تو یک و چهار بعد مثبت، در سمت چپ مرکز یعنی تو دو و سه بعد منفی. سرعت چی شد؟ همجهت با محور مثبت، خلاف جهت محور منفی. تو یک و دو دارم خلاف جهت محور ایکس میام، پس سرعتم چیه؟ منفی. تو سه و چهار دارم همجهت با محور ایکس میرم، پس سرعتم چیه؟ مثبت. اینم شد سرعت. اما شتاب و نیرو چی؟ دو جور میتونم بررسی کنم. یکی طبق قانون هوک، بچه این دومی رو هم میخواین جا خالیشو پر کنید، همجهت با محور حرکت کنه وی مثبت، خلاف جهت محور حرکت کنه وی منفی. دو جور من میتونم راجع به شتاب و نیرو حرف بزنم. یکی طبق قانون هوک، تو فنر خوندین نیروی فنر برابر چی بود؟ F برابر چی بود؟ منفی KX. F برابر است با منفی KX. چی میگه به ما؟ میگه آقا K که عدد ثابت همیشه مثبته. پس F و X یعنی بردار نیرو و بردار مکان همواره در خلاف جهت همان. یعنی هر جا X مون مثبت باشه F مون چی میشه؟
منفی. هر جا ایکسمون منفی باشه افمون چی میشه؟ مثبت. میگیری چی میگه؟ سو ایزی. هر جا ایکس مثبت باشه اف منفی، هر جا ایکس منفی باشه اف مثبت. یعنی همه و من جواب بدین اینجا، تو ربع سریع جواب بدین و شفشف نکنین. تو ربع یک و چهار بعد چی بود؟ مکان چی بود؟ سریع. تو ربع یک و چهار مکان چی بود؟ مثبت بود یا منفی؟ باریکلا. سریع. باریکلا. مثبت، مثبت، مثبت. زنده باد. حالا که تو یک و چهار مکان ما مثبته، نیرومون چی میشه؟ نیرومون چی میشه؟ باریکلا حسین، باریکلا سارا، باریکلا مرجان، باریکلا ممرزا، باریکلا نرجس، باریکلا به همه. پس تو یک و چهار که ایکس ما مثبته، افمون منفی میشه. حالا تو دو و سه که ایکسمون چی بود؟ تو دو و سه ایکسمون چی بود؟ زنده باد، زنده باد اشرف، زنده باد مرجان، منفی بود. پس حالا افمون چی میشه؟ افمون چی میشه؟ باریکلا مثبت. به همین سادگی. حالا طبق قانون دوم نیوتن اف برابر چی بود؟ اف برابر بود با ام آر. چی میگه به ما؟ میگه نیرو و شتاب همیشه با هم همجهتن. نیرو و شتاب همیشه با هم همجهتن. پس هر جا آ مثبت باشه اف هم مثبته، هر جا آ منفی باشه اف هم منفیه. حالا چی میخوای بگی صدیقی؟ خیلی ساده. تو ربع یک و چهار که ایکس ما مثبت بود افمون منفی، آمونم منفی. اما تو دو سه که ایکسمون منفیه افمون مثبت، آمونم مثبت. تموم شد. به همین سادگی، به همین خوشمزدگی. جور دیگه هم میتونم نیرو شتاب بگم. بچه ها ببینید، تو حرکت نوسانی، تو حرکت هماهنگ ساده، شتاب و نیرو همواره به سمت مرکزن. شتاب و نیرو همواره به سمت مرکزن. به این شتاب و نیرو، به این نیرو میگن نیروی بازگرداننده. نیروی بازگرداننده. چرا؟ چون همیشه میخواد بازگرداننده. چی رو بازگرداننده؟ جسمو، نوسانگر رو. به کجا بازگرداننده؟ به مرکز. پس در این حرکت شتاب و نیرو همواره به سمت مرکز نوسانن. شتاب و نیرو همواره به سمت مرکز نوسانن. بذار یه سبز خوشگل بردارم. پس تو هر جا که نگاه کنی آف به سمت مرکزن. آف به سمت مرکزن. یعنی دارم میبینم توی یک و چهار، توی یک و چهار هر دو خلاف جهت محور ایکسن. پس هر دو منفیان. توی یک و چهار هر دو به سمت مرکزن، هر دو خلاف جهت محور ایکسن، پس منفیان. توی دو سه هر دو به هم جهت با محور ایکسن، پس هر دو مثبتن. تو دو سه هر دو مثبتن. یا حسین چیکار داریم میکنیم؟ پس چی شد آقا؟ توی ربع یک و چهار ایکس مثبت، ها؟ ایکس مثبت، اما آف هر دو منفی. قلمم افتاد. توی دو سه ایکس منفی، آف هر دو مثبت. اینجا رو پر میکنم. طبق قانون هوک اف برابر است با منفی کا ایکس. جهت نیروی نوسانگر همواره در، همواره در خلاف جهت بردار مکان است. شتاب و نیرو در این حرکت مقادیری متغیر می باشند و جهت هر دوی آنها همواره به سمت مرکز است. چی شد؟ چرا سکته کرد؟ همواره سکته ای شد. بذار پاکش کنم. مادر مرده خسته شد. انقدر من هیجانی بودم این از کار افتاد. همواره به سمت مرکز. همواره به سمت
به سمت مرکز است. احیاش کردیم، همواره به سمت مرکز است. خب عرض شود که یعنی این حرکت یک حرکت شتابدار با شتاب متغیر است و نوسانگر در بازه‌های زمانی یکسان لزوماً چیه؟ یکسان ندارند بچه ها، جا به جای یکسان ندارند، چون حرکت با شتاب متغیر در لزوماً در بازه‌های زمانی یکسان جا به جای یکسان نخواهند داشت. اینم که گفتیم طبق قانون دوم نیوتن F مساوی MA، شتاب و نیرو در این حرکت همواره همجهت می باشن، همیشه همجهتن تو این حرکت هم به همین شکل. خب محمد رضا غلامی گفته عالی استاد. محمد رضا غلامی عزیز دلمی یا نه؟ محمد رضا غلامی شیمی هستی ها؟ خدا حفظت کنه انشالله. خب بچه ها همه اینایی که گفتم رو خوشگل اینجا واسه تون نوشتم ها؟ خوشگل همه اینا رو واسه تون نوشتم. خب چی شد؟ میخواییم با هم بخونیم. تو رب اول و چهار بودمون مثبته، تو رب دوم و سوم بودمون منفیه، تو رب اول و دوم سرعتش منفیه، تو رب سوم و چهار سرعتش مثبته. مکان و سرعت و شتاب و نیرو واسه ما مهمن، نگو 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 از اونا من سیرم. تو رب اول و چهار آف منفیان، تو رب دوم و سوم آف مثبتن، تو رب اول و سوم حرکت تند میشه، تو رب دوم و چهار حرکت کند میشه. مکان و سرعت و شتاب و نیرو واسه ما مهمن، نگو 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 از اونا من سیرم. لا 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 تشتر تشتن لا 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 لا. قربونه تو من برزا جان، دوستت دارم عزیزم. خب بچه ها فهمیدین یا نه؟ هر کی فهمیده یک به من بده. خب الهی شکر، الهی شکر. عرض شود خدمتتون که نگاه کنید به این پاراخط. ببین در مرکز نوسان ایکسمون چقدره بچه ها؟ صفر. در دو انتهای مسیر یعنی در نقاط بازگشت ایکسمون برابر با دامن است. اینجا بعد ماکزیموم مثبت است، اینجا هم بعد ماکزیموم منفیه. فکر نکنیم مینیموم ها، مینیموم در فیزیک یعنی صفر، مینیموم یعنی صفر. اینجا هر دوتای این نقاط هم اینور هم اینور هر دوتا بعد ماکزیموم هن. این بعد ماکزیموم مثبت، این بعد ماکزیموم منفی. ایکسمون هم که تو مرکز صفره. حالا ببین نوسانگر داره میره میاد میره میاد میره میاد ها بچه، در دو انتها سرعتش چقدر میشه؟ میره اون ته سرعتش چقدر میشه؟ صفر. برمیگره میاد این ته، دوباره سرعتش صفر، دوباره برمیگره. در دو انتهای مسیر سرعت نوسانگر ما صفر میشه. اما در این وسط فیزیک، در این وسط حرکت برای خط، سرعت ما بیشینه میشه، ویمون ماکزیموم میشه. پس در دو انتهای مسیر سرعت صفر، در مرکز سرعت بیشینه ماکزیموم. حالا ناکن وقتی داره اینوری میره ویمون ماکزیموم ها منفی تو مرکز، وقتی داره اینوری میره ویمون ماکزیموم و مثبت. مرسی مرد آهنی، فهمیدین چی شد؟ پس اینوری داره میره ویمون ماکزیموم منفی، اینوری بیاد ماکزیموم مثبت. در دو انتها سرعت صفر، وسط بیشیره. حالا میخوام تند و کند رو با هم بررسی کنیم. خب میتونیم هم از اونجا آوی، خب هم علامت باشن، حرکت تنده، همتون میدونید آووی مختلف العلامت باشن، حرکت کنده ها، یعنی اینجا
نگاه کنید تو رو به یک وی منفی آ منفی هر دو منفی هن. منفی در منفی مثبت حرکت تنده، اما در رو به دو سرعت منفی شتاب مثبته، آوی میشه منفی حرکت میشه کند. تو رو به سه وی مثبت آ مثبت، مثبت در مثبت مثبت حرکت تند. در رب چهارم وی مثبت آ منفی، مثبت در منفی منفی حرکت میشه کند. اما میتونیم جور دیگه هم بگیم. ببین آقا اینجا سرعت چقدر بود انتهای مسیر؟ صفر. وقتی داره میاد به سمت مرکز، داره میاد به سمت جایی که سرعتش بیشینه بشه، از صفر سرعت داره میاد بیشینه بشه، یعنی سرعت داره چی میشه بچه ها؟ زیاد. وقتی سرعت داره زیاد میشه، حرکت یک حرکت چیه؟ تند. پس تو رو به اول حرکت تنده با همین راحتی. حالا تو رو به دوم از بیشینه داره میره صفر شه، از بیشینه که میخواد بره صفر شه حرکت چیه؟ کند. رو به سوم از صفر داره میاد بیشینه شه، از صفر داره زیاد میشه که ماکزیموم شه، حرکت چیه؟ تند. تو روب چهارم از بیشینه داره میره صفر شه، حرکت چیه؟ کند. به همین راحتی. خب اما آف ببینید تو مرکز مسیر، تو مرکز مسیر که ایکس صفره، خب اف میشد منفی کا ایکس دیگه، اف گفتین طبق قانون هوک میشه منفی کا ایکس. وقتی ایکس رو صفر بذارم نیرو چقدره؟ صفر. یعنی در مرکز مسیر که ایکس صفره نیرو هم صفره، وقتی ایکس صفره نیرو هم صفره. اما در دو انتها که بعدمون بیشین است، ایکسمون ماکزیمومه، افمون هم چی میشه؟ ماکزیموم. حالا اینجا بعد ماکزیموم مثبته، پس آف هم ماکزیموم منفی میشن، چون منفی کا ایکس بود دیگه. اینجا بعد ماکزیموم منفیه، پس آف هم بیشینه میشن، منتها چون ایکس منفیه آف میشن بیشینه مثبت. کیا حرف ما فهمیدن؟ آره کانال تلگرام دارم محمد جان. اونایی که فهمیدن یک به من بدن فعلا. یک 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 زنده باد. خب خدا رو شکر. حالا سوال میپرسم شما جواب بدین، هر کی جواب نده خدا لعنتش کنه. میگه نوسانگر، ببین میخوایم بعدشن رب شناسی کنیم ببینیم کدوم ربعه. میگه نوسانگر ایکسش مثبته، سرعتش منفی. به من بگید کدوم رب میشه شما؟ ایکس مثبت سرعت منفی. چهار چهار خدا لعنتتون کنه. آها حسین باریکلا حسین سر خدا بکشن. مهمان تو آفرین محمدم. ایکس مثبته، وقتی بعد مثبته یا یک یا چهار، وقتی بعد مثبته یا یک یا چهار. تو کدام سرعت منفیه؟ تو یک یا چهار؟ تو یکی که داره اینوری میاد سرعتش منفیه، اسم میشه رو به یک. دقت کنید یه بار دیگه، میگه ایکس منفی سرعت مثبت، ایکس منفی سرعت مثبت. وقتی بعد منفیه تو کدوم ربعه؟ بعد تشخیص بدین کدوم سرعت مثبته. سریع بقیه بجنبین. ایکس منفی سرعت مثبت. آها ماشاءالله حالا شد، حالا شد، حالا کیف کردم. بله ایکس منفیه یا میشه دو یا میشه سه. تو دو که سرعتش منفیه داره اینوری میره، تو سه که سرعتش مثبته بس میشه ربع سه. باریکلا. میگه آقا ایکس مثبت است و به سمت انتهای مسیر در حال حرکت است. ایکس مثبت است و به سمت انتهای مسیر در حال حرکت. کدوم ربع میشه؟ ایکس مثبت و به سمت انتهای مسیر. سارا دقت کن. ماشاءالله حسین، ماشاءالله مرجان.
ماشالله نرجس، ماشالله سحر، ماشالله محمد، محمد آقا، بله بله ایکس مثبته یا یکی یا چهار. تو یک داره میاد به سمت مرکز، تو چهاره که داره میره به سمت انتهای مسیر، تو چهاره که داره میره به سمت انتهای مسیر. ها بذار همه اینا رو پاک کنم، خلوتتر بشه، بهتر با هم دیگه حرف بزنیم. بیز 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 پاک. تکنولوژی چه پیشرفت کرده، قبلا گچ پاک میکردیم، گچ و خاک و اینا میرفت، بعد شد ماجیک وایت بورد سرب میخوردیم، حالا این دیگه فعلا که نمیدونم ضرر داره یا نه، بهتر از بقیه است. حالا بعدا معلوم میشه که مثلا هر کی جلوی این وایس سرطان هم میگیره. خب آقا شما بگین استاد مگه از مثبت آ شروع؟ بله از مثبت آ شروع میکرد. بله خب چیکار کنم الان؟ منظورت چیه؟ سارا جان بابا منظورت چی؟ از مثبت آ شروع میکنه؟ بله. خب انتهاش نمیشه منفی آ؟ نه. ببین دو تا شرط داریم میذاریم، میگیم ایکس مثبته. ها ایکس مثبته یعنی یا تو رو به یک یا تو رو به چهار. حالا به سمت کجا داره میره؟ انتهای مسیر. اگر تو رو به یک باشه داره میاد به سمت مرکز، داره میاد به سمت مرکز. تو ربع دو داره میره به سمت انتهای مسیر، ولی اینجا ایکس منفیه، مورد قبول نیست. اما تو ربع چهار ایکس مثبته و داره میاد به سمت انتهای مسیر. بچه هر دو تای اینا انتهای مسیرن، نقاط بازگشت یا انتهای مسیر. فکر نکنید اینجا شروع اینجا پایان ها، نه. درسته که شروع همیشه از مثبت آه، ولی داره میره و میاد. این دو انتها رو هم بهش نقاط بازگشت میگن، هم انتهای مسیر. هر دوتا رو. تو رو به چهارمه که داره میاد به سمت انتهای مسیر، تو رو به یک داره میاد به سمت مرکز. ابتدای مسیر نداریم اصلا تو تستا، اینجا منطقه شروعه ها، ولی چیزی به نام ابتدای مسیر وجود نداره. تو هیچ تستی ما نمیبینیم به سمت ابتدای مسیر. هر دوی اینا یا میگن نقاط بازگشت یا به هر دوتا میگن انتهای مسیر حرکت. انتهای نقطه بازگشت یا انتهای ابتدای مسیر نداریم بچه. کلید چیزای جملات جدید تولید کردید، خب اشکال نداره. یه دونه دیگه به من جواب بدین. میگه سرعتش مثبت، شتابش منفی. سرعت مثبت، شتاب منفی. فقط محمد جواب میده. بجنبین. سرعت مثبت، شتاب منفی. مرد آهنی سه 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 سه، مرد آهنی سرعت مثبت، سرعت مثبت. آفرین به همه. گوش کن مرد آهنی، آیرون من سرعت مثبت یا سه یا چهار؟ آیرون من تو کدام شتاب منفیه؟ تو سه داره میاد به سمت مرکز، شتاب مثبته. تو چهار شتاب منفیه. سرعت مثبت، شتاب منفی میشه چهار. آیرون من سرعت مثبت، شتاب منفی میشه چهار. خیلی خوب دستت خورد، مواظب دستت باش به دکمه دیگه نخور. خب عرض شود که سرعت منفی، شتاب مثبت. سرعت منفی، شتاب مثبت. همه بین یک و دو اختلاف افتاده، یک دو یک دو نه. سرعت منفی، شتاب مثبت. دوه. بله سرعت منفی ممکنه یک باشه، ممکنه دو باشه. تو یک شتاب منفیه، توی دوه که شتاب مثبته. خیلی عالی، یه خورده تمرین کنین قشنگ واسه تون جا میفته. بچه ها سوالی اگه هست میکروفون بچه ها بازه اگه بخواین چیزی بپرسید، میکروفونتون هم بازه اگه بخواین چیزی بپرسین. میخواییم بنویسید چیزی، بنویسید اگه سوالی هست، اگر نیست ادامه بدیم. بفهم سلامتی.
آدرس کانالمون هم میدیم رها جان، محمدم خواسته بود. چشم. نه استاد ادامه بدیم. خیلی هم عالی. خب به من تست یک رو جواب بدید. نوسانگر ساده ای روی محور ایکس در حال نوسان است. در لحظه ای که شتاب نوسانگر منفی می باشد، علامت های مکان و سرعت آن به ترتیب از راست به چپ چگونه است؟ همه جواب بدن. کدام گزینه؟ دو نفر فقط دارن جواب میدن. باریکالله باریکالله محمد که اول همه سری جواب داد. باریکالله به همه. آفری، مرسی. میگه آقا نوسانگر روی محور ایکس، شتاب منفیه. بچه ها شتاب منفی باشه، نیرو هم حتما منفیه، مکانمون حتما مثبت، پس ایکسمون حتما مثبته. پس جواب یا گزینه یکه یا گزینه یکه. قسمت بعدیش هم نمیخواد، چون تو گزینه دو که گفته منفی غلطه، تو گزینه سه گفته مثبت یا منفی غلطه، گزینه چهار هم مثبت یا منفی غلطه. شتاب که منفی باشه نیرو هم منفیه و مکان حتما مثبته، چاره دیگه واسش نیست. حالا قسمت دومش هم میتونیم بررسی کنیم. وقتی مکان مثبت باشه یا رو به یک یا رو به چهار، که تو رو به یک سرعت منفیه، تو رو به چهار سرعت مثبته. پس گزینه صحیح میشه گزینه شماره یک. خیلی خوب، عرض شود که بعدی رو به من جواب بدین. مثال شماره یک، میگه نوسانگری در هر ثانیه 10 بار از مرکز نوسان عبور میکند. دوره بسامد و بسامد زاویه‌ای را به دست آورید. محمد و نرجس جواب دادن. بقیه همه کار کنید و کاغذ و قلم جلوتون باز باشه موقع کلاس آنلاین. اینطوری نباشه که مثلا موبایل یا تبلت یا لپتاپ تو رخت خواب گرفتی، لنگاز چسبوندی به سقف، داری کلاس میای مثلا. اون نه، اون به درد نمیخوره. و اگه عمه داری باید به درد عمت فقط بخوره. باید کاغذ قلم جلوت باشه، تون تون مثل این بچه ها حل کنید. باریکالله باریکالله محمد، نرجس، محمد، محمد. حتی اگر اشتباه هم حل کنید بگید، اشکال نداره. مهم اینه که حل کنید، مهم اینه که حل کنید. ممکن اشتباه هم بکنید بچه ها. فقط کسایی اشتباه نمی کنن که هیچ کاری نمی کنن. وقتی بخوای کاری بکنی، بخوای کاری یاد بگیری، طبیعتاً اشتباه هم میکنی، ولی خب بالاخره یاد میگیری. خب بریم ببینیم که داستان چیه. میگه نوسانگری در هر ثانیه 10 بار از مرکز نوسان عبور میکنه. بچه ها تو یک نوسان کامل، توی یک نوسان کامل ما چند بار از مرکز نوسان رد میشیم؟ سوالو فهمیدین؟ یه بار دیگه، در یک نوسان کامل چند بار از مرکز نوسان رد میشیم؟ بله، دوبار. دوبار. حالا میگه در هر ثانیه 10 بار از مرکز نوسان رد شده. یعنی چند تا نوسان کامل انجام داده؟ زنده باد. 5 تا. ببین پس مسئله اینجا یه تله گذاشته بود برای ما. خیلیاتونم هرپی افتادین توش. گفته در هر ثانیه، نگفته 10 نوسان کامل، نه، گفته در هر ثانیه 10 بار از مرکز عبور میکنه. یعنی چند تا نوسان کامل؟ 5 تا نوسان کامل. خب تعداد نوسانات کامل در هر ثانیه چی بود؟ بسامد.
تعداد نوسانات کامل در هر ثانیه میشه بسامد. پس بسامدمون 5 هرتزه. در نتیجه دورمون میشه 1/5 هرتز یا 2/10 ثانیه. ها؟ بچه ها افتادن تو تله، سری میگفتن 1/10. حواستون به این نبود که در هر نوسان ما دو بار از مرکز عبور میکنیم، دو بار از مرکز عبور میکنیم. پس بسامدمون 5 هرتزه، دورمون هم میشه 1/5 یا 2/10. امگا چی میشه؟ امگا هم که میشد 2π تقسیم بر تی، یا 2π ضرب در اف، 2π تقسیم بر 1/5 یا 2π ضرب در 5 که میشه 10π رادیان بر ثانیه. فهمیدین چی شد؟ فهمیدین؟ یه 1 به من بدین. بله محمد، نباید به این راحتی گول بخوریم. خیلی خوب بچه ها، معادله حرکت هماهنگ ساده، معادله حرکت هماهنگ ساده چیه؟ x برابر میشه با a کوسینوس امگا تی. اینو بهش میگن معادله حرکت هماهنگ ساده. ببینید شما در سال 12 معادلات زیادی یاد گرفتید، معادلات حرکت متفاوتی یاد گرفتین. کلن وقتی میگیم معادله مکان زمان، یعنی معادله ای که مکان رو به صورت تابعی از زمان بیان میکنه، یعنی بهش زمان میدیم ازش مکان میگیریم. مال حرکت یک نواخت یاد گرفتین، x میشه vt به اضافه x صفر. مال حرکت شتاب ثابت یاد گرفتید، 1/2 at2 به اضافه v صفر t به اضافه x صفر. بچه های رشته ریاضی مال حرکت در راستای قائم رو یاد گرفتن، y میشه -1/2 gt2. عرض شود که اینم یه معادله دیگه مال حرکت نوسانی، x آکوسینوس امگا تی. با من بخونید تو خونه حفظ شید، همین الان اگه حفظ نیستید، x آکوسینوس امگا تی، x آکوسینوس امگا تی، x آکوسینوس امگا تی. دریا چشای تو خودت در... بله x پس میشه a کوسینوس امگا تی. x چیه بچه ها؟ x بود یا همون مکان واحدش متره. a چیه؟ دامنه، واحد دامنه هم متره. امگا چیه؟ بسامد زاویه، واحدش چیه؟ رادیان بر ثانیه. t هم که زمانه، اسقر آقا بقال هم میدونه واحدش زمانه. خیلی خوب اینو جواب بدید به من ببینم. نوسانگری روی محور x در حال نوسان است به گونه ای که در هر دقیقه 240 بار طول پار خط را طی می کند. معادله حرکت آن را بنویسید. بنویسید ببینم کیا میتونن معادله حرکتش را بنویسن. به جنبی ببینم کسی هست بتونه معادلش را بنویسه؟ بریم با هم بنویسیم. خب میگه نوسانگری روی محور x در حال نوسان است به گونه ای که در هر دقیقه 240 بار طول پار خط را طی می‌کند. در هر دقیقه 240 بار طول پاره خط رو طی میکنه. سوال الهه نوشت x میشه a کوسینوس 4πt. بریم ببینیم. آقا میگه در هر دقیقه 40 بار طول پاره خط رو طی میکنه. بچه ها به من بگید ببینم در هر نوسان کامل چند بار طول پاره خط طی میشه؟ در هر نوسان کامل چند بار طول پاره خط طی میشه؟ زنده باد. دو بار.
پس وقتی در هر دقیقه 240 بار طول پاره خطه شده، یعنی چند نوسان کامل انجام شده؟ یعنی تعداد نوسانات کاملمون میشه 240 تقسیم بر 2، یعنی 120 نوسان کامل. بارک الله سحر، بارک الله سارا، بارک الله نرجس، بارک الله رها. پس میشه در هر دقیقه 120 بار طول پاره خط طی شده. حالا من میخوام دوره رو به دست بیارم. از چه رابطه‌ای؟ گفتم یه ماده منفجره داریم به اسم TNT. هر دقیقه یعنی 60 ثانیه. انمون 120 ضرب در تی. تی از اینجا چقدر میشه بچه ها؟ 1/2 ثانیه. حالا امگا 2π روی تی، 2π به روی 1/2 میشه چقدر؟ یعنی 4π رادیان بر ثانیه. امگا شد 4π. ایکس برابر میشه با، حالا معادله رو می‌نویسم، آ کوسینوس امگا تی، یعنی 4π t. آفرین، کی برام نوشته بود؟ یکی از بچه‌هاتون صوت بنویسه. آفرین. ایکس برابر میشه با آ کوسینوس 4π t. استاد یه بار تی رو به دست میارید. چی بابا؟ نفهمیدم چی میگی؟ تی رو یه بار دیگه بگم منظورته. ببین در هر دقیقه، هر کی نفهمید دوباره گوش کنه، در هر دقیقه 240 بار داره طول پاره خط طی میشه، یعنی 120 نوسان کامل، یعنی 120 تا میره میاد. ببین تو یک نوسان شما باید بری و برگردی، یعنی در هر نوسان میری بر میگردی، یعنی دو بار طول پاره خط طی میشه تو هر نوسان. ها؟ حالا میگه 240 بار طول پاره خط طی میشه، چند تا نوسان کامل میشه؟ میشه 120 تا. حالا یه فرمول بهتون گفتم اول کلاس، TNT. هر دقیقه گفته، هر دقیقه یعنی 60 ثانیه، نوشتم 60 ثانیه. انمون شده 120 ضرب در تی. تی از اینجا میشه 60 به 120، یعنی 1/2 ثانیه. 1/2 ثانیه. حالا میریم سراغ امگا، 2π به روی تی، 2π به روی 1/2 میشه 4π. معادله ایکس میشه آ کوسینوس 4π t. اگه فهمیدین یه 1 به من بدین. زنده باد، زنده باد. خیلی خوب، بریم سراغ مثال بعدی. یک معادله حرکت نوسانی دادیم. الف گفتیم دامنه، دوره و بسامد چقدره؟ زنده باشی بابا جان، سر جان. خب برید دامنه و دوره و بسامد رو به دست بیارید. بله محمد درسته. خیلی خوب، باریکلا، بسیار عالی. خب بچه های معادله داده، بریم با هم دیگه روش کار بکنیم. ایکس بود چی؟ ایکس آکوسینوس اومگا تی، ایکس آکوسینوس اومگا تی. پس آمون 2/10، نظیر به نظیر انطباق بدیم، آمون میشه 2/10 متر.
یا 20 سانتی متر. این عام. حالا دیگه از ما چی خواسته؟ دوره خواسته و بسامد. خب اومگا رو داریم 4 پی. بچه ها اومگا دوتا پی تقسیم بر تی. ها؟ وقتی اومگا میشه دوتا پی تقسیم بر تی، نتیجه تی چی میشه؟ تی هم الان وصل شد بچه ها، صدا میاد؟ اگه صدا وصله یک به من بدین؟ بله بله بله. باتری ها بیره، باتری ها سکته کرده بود. خب چی شد؟ چی گفتیم؟ گفتیم آقا معادله رو منطبق کردیم، ایکس کوسینوس اومگا تی آمون شده 2/10، اومگامون هم شده 4π. حالا اومگا 2π به روی تیه، پس تی چیه؟ 2π به روی اومگا. به جای اومگا گذاشتم 4π، پیا رو با هم زدم، تی شد 1/2 ثانیه. افمون هم که با تی رابطه عکس داره، پس افمون هم میشه 2 هرتز. خب این تا اینجای کار. تا اینجا را اگه فهمیدین یک به من بدین. زنده باد. حالا میگه این نوسانگر پس از 1/12 ثانیه به چند سانتیمتری مبدا میرسه. چه کار باید بکنم؟ وقتی یک زمانی به من میده تو یک معادله مکان زمان و از من مکان رو میخواد، خب کار خیلی ساده است. کافیه اون زمان رو در معادله قرار بدیم. یعنی ایکسمون برابر میشه با 2/10 کسینوس 4π، به جای تی میذارم 1/12، یعنی میشه 2/10 کسینوس 4/12 بزنم میشه 3π³. کسینوس پی سوم یا 60 درجه چقدر میشه بچه ها؟ 1/2، نیم. 2/10 ضرب در 1/2 جواب میشه 1/10 متر یا 10 سانتیمتر. فهمیدین اینا؟ هر کی فهمیده یک به من بده. زنده باد. خیلی خوب. قسمت سوم میگه این نوسانگر پس از چند ثانیه برای اولین بار به مرکز نوسان میرسه. پس از چند ثانیه برای اولین بار به مرکز نوسان میرسه. بچه ها در مرکز نوسان ایکس چند بود؟ در مرکز نوسان ایکس چند بود؟ بودمون چقدر در مرکز نوسان؟ باریکلا. پس کافیه بیام توی معادله به جای ایکس بذارم 0، یعنی 0 برابر است با 2/10 کسینوس 4π. خب حالا میخوام این معادله رو حل بکنم. 2/10 میره اونور تساوی، بر اونور تساوی تقسیم میشه، 0 تقسیم بر 2/10 میشه 0. 2/10 رفت اونور، به 0 تقسیم شد، 0 تقسیم بر 2/10 میشه 0. پس 0 برابر شده با کسینوس 4π. حالا این بچه ها یک معادله مثلثاتی کلاسیک نوع اوله، یعنی ساده ترین معادله مثلثاتی. چجوری حل میشه؟ شما باید در دو طرف تساوی کسینوس داشته باشی. این ور کسینوس داری، اون ورم باید کسینوس داشته باشی. یعنی به جای 0 باید کسینوس بذاری. حالا کسینوس چی میشه 0؟ کسینوس چند میشه 0؟ کسینوس چند میشه 0؟ آره پی دی اف رو تو کانال میذارم واسهتون. بله 90 270، دوباره همینجور برو روش. ها کسینوس پی دوم 3π² 5π² 7π² 9π² مضارب فرد پی دوم میشه 0. کسینوس مضارب فرد پی دوم میشه 0. بچه ها مضارب فرد پی دوم یعنی کسینوس
دوکای منهای یکی پی دوم میشه صفر آقا. مضارب فرد پی دوم میده صفر. حالا این چند تا پی دومه؟ یه پی دومه، سه تا پی دومه، پنج تا پی دومه. از کجا بفهمم؟ گفته برای اولین بار به مرکز نوسان میرسد. وقتی میگه اولین بار یعنی باید دوکای منهای یک و یک بذارم. فهمیدین چی شد؟ چون گفته اولین بار میشه یه دونه پی دوم. اگر بگه دومین بار به جای کا میذاری دو، دو دوتا چهار تا، منهای یکی میشه سه تا، میشه سه تا پی دوم. بگه سومین بار دو سه تا شش تا، منهای یکی پنج تا، میشه پنج تا پی دوم. چون گفته اولین بار به جای کا میذارم یک، دو منهای یک یک، پس میشه چی؟ میشه کوسینوس پی دوم. درست شد؟ خب حالا چه اتفاقی میفته؟ دو تابع مثلثاتی زمانی با هم برابرن که کمانهاشون با هم برابر باشه. ها؟ حوصله این چرت و پرتا رو نداریم که بخوایم تفسیر سیاست خیلی ریاضیاتی کنیم. آقا کوسینوس رو با کوسینوس بزنید. حرفم به لحاظ علمی غلط، آقا کوسینوس با کوسینوس ساده نمیشه. ها؟ ولی حوصله نداریم بگیم دو تابع آنگاه با هم، ولش کن آقا، کوسینوس رو با کوسینوس بزن شما. پس پی دوم برابر شده با چهار پی تی. پی ها رو از طرفین با هم میزنم، تی از اینجا برابر میشود با یک هشتم ثانیه. تی برابر میشه با یک هشتم ثانیه. اگر فهمیدین یه یک به من بدید، اگه نفهمیدین هم هر جاش سواله بپرسین. خیلی خوب، خدا رو شکر اکثر بچه ها متوجه شدند. عرض کنم که سوالی نیست بچه ها. خب آدرس کانال رو بچه ها میخواستن من اینجا بنویسم، همینجا عرض شود که فیزیکس آندرلاین صدیقی. میتونید برید تو کانال این اینستا هم که میستم صدیقی رو سرچ کنید میاد. البته دو سه تا میاد، یکی دو تاش مال من نیست، خیلی هم فعالیتی توش نشده، همینجور بچه ها زدن باز خودشون اذیت کنن. یکیش مال منه، آره، که شلوغتر هستش، اون مال من هستش. بقیهش مال مو نیست، اونم هست صدیقی آندرلاین میسم، اونم تو اینستامون هم هست صدیقی آندرلاین میسم. خب فیلمو نمیدونم، آی سالهی تو کانال خودتون میذارید فیلمو دیگه؟ آی سالهی میذارن تو کانال خود کلاس بی کلاس؟ تو سایت میذارن، تو سایت میذارن. حالا بس منم میفرستم، منم تو کانال میذارم استفاده کنیم. فعلا درسمون تا همینجا بمونه برای امروز. بچه ها این تست آخری رو که حل کردم، از این راه دیگه ما هیچ وقت نمیریم، این اولین و آخرین بار که این راه رو دیدین. جلسه بعدی انشاءالله تکنیک بازه‌های زمانی رو بهتون یاد میدم و شما این رو توی 5 ثانیه حل میکنی، کمتر از 5 ثانیه، یعنی حلش باز تو میاد زیر 5 ثانیه دیگه. هرگز معادله بنویسیم و معادله درست کنیم و اینجور داستانا رو نداریم. تست نوسان 5 ثانیه باید بزنی. جلسه بعد انشاءالله رو بازه‌های زمانی با هم دیگه کار خواهیم کرد. تستای زیادی گذاشتم واسه تون و انشاءالله که جلسه بعد میتونیم کارهای خیلی خوبی بکنیم. امیدوارم که این جلسه واسه تون مفید بوده باشه. اونایی که مفید بوده یک گل واسه من بذارم، من کیف کنم.
ممنون از همتون، به خدا میسپارمتون، موفق باشید و پیروز. یا حق.